من خیلی خوشحالم که این صحبت آقای دودا قهرمان رو شنیدیم و با چند مفهومی که ما تو ایران به کارش نمیبریم آشنا شدیم. ارزش یابی اینا رو میشناسیم، درونی بیرونی کیفی اینا، ولی مثلا خود لغت اسکالرشیپ به اون مفهومی که ایشون به کار برده ما الان فعلا معادلی باش فارسی نداریم. ممکن من حالا توی صحبتم لغت آلمانه رو به کار برم، فعالیت آلمانی در دانشگاه که میتونه اینجوری اونجور باشه، ولی این استفاده رو میخوام بکنم که ببینید ما هنوز مفاهیم مرتبط با مفهوم کلی دانشگاه رو در ایران وارد نکردیم بعد از 100 سال حدودا دانشگاه داری. یعنی هنوز مثلا نمیتونیم تفکیک کنیم بین دانشگاه، بین کالج، مدرسه نداریم، ممکن بگیم مدرسه عالی ولی هنوز در شک است، بعد دانشگاه. یه وقتی که مثلا شریف اون گزاری معروف رئیس دانشگاه استنفورد که دانشگاه شریف رو خواست تبریک بگه چقدر مهمه، گفت It's one of the best colleges in the world که ما ترجمهش کردیم یکی از بهترین دانشگاه دنیا. دقت کنید من این خیلی جاها گفتم، یعنی منظور اون رئیس دانشگاه استنفورد نبود که ما یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا هستیم به معنی یونیورسیتی، ولی کالج. ولی ما تو ایران نمیتونیم به لحاظ مفهومی تفکیک بکنیم. اینو از این جهت میگم که با توجه به تاریخ حدوداً بگیم بعد از قرن پنجم هجری به این ور، بعد از اون دوران طلایی اسلام و دانشمند بزرگی که ما داشتیم، در یک رکودی کشور ما و کشور اسلامی بودن که طبیعی که ما نمیتونیم حالا که یه دفعه سر برآوردیم دنیا چه خبره، همه اون مفاهیمی رو که در طول چند صد سال در اروپا و در غرب به وجود آمده مسلط به اونها باشیم. در صد سال گذشته هم که ما دانشگاه داری کردیم قطعا غافل بودیم، نمیخوام بگم فقط فرصت تاریخی پیدا نکردیم که این مفاهیم رو به ایران بیاریم، غافل بودیم به دلایل مختلف تاریخی. و میخوام این نکته رو اضافه کنم که در ادامه صحبتم به سوء تفاهم برخورد نکنه، خوب یا بد یک چیز مطلق موجود نیست. مثلا یک دانشگاه خوبی، دانشگاه شریف، ما خیلی خوبیم، خب این بی‌معنی است. خوب یا بد در یک پویایی یا دینامیک یک پدیده است، یک نهاده. یک نهادی که پویا باشه خوبه، نهاد خوبی مطلق وجود نداره. من توصیه میکنم به خصوص این کتابی که مربوط به تاریخ دانشگاه هاروارد است که به فارسی هم ترجمه شده، ببینید تو این 400 سال این دانشگاه هنوز کنز مرتب داره بحث میکنه که اصلا برای چی، چرا ما اینجوری کالج داریم، یعنی در دوره لیسانس اینجوری درس میدیم، اصلا برای چی داریم این درس رو میدیم، فارغ التحصیلان ما قرار چه کاره در کشور باشن. دائم هر 10 سال به 10 سال برنامه جدیدی گفته میشه در طول 400 سال. این الان تو فارسی هم هست، خوشبختانه میشه خوندش، در دسترسه. ما به عنوان دانشگاه شریف، حالا میگم کل ایران به کنار، ممکنه الان بعد از صحبت دو تا قهرمانی خوشحالم بشیم که ایشون بهش گفتن شما فارغ التحصیل SUT هستی و که نمیشناخت، بعدم خود ایشون گفتن آخر صحبتشون یه R1 ریسرچ یونیورسیتی شریف هست. واقعا ما که تو ایران مفهوم نداریم که این مفاهیمی که در آمریکا تو یک مؤسسه بعد از سالها بررسی بالاخره پیشنهاد شد و یک جور به کار برده میشه، ما نمیتونیم با همون ملاکای خودشون بیام تو ایران به کار ببریم. حالا این یه داستان دیگه، ولی قطعا اینجوری من تجربه خودم 40 سال تو این دانشگاه هستم، از اول انقلاب تعلیم میتونم میگم که ما هنوز حتی نپذیرفتیم که این کار که بیام راجع به مفهوم دانشگاه و نقش این دانشگاه در ایران یا جهان چه هست، نقش شریف، علاقمند حتی نبودیم صحبت بکنیم. نشونهای اون بروندادهاشو من میگم، حداقل دو تا سند راهبردی دانشگاه شریف منتشر کرده، یکی سال 92 بود، یکم اخیراً در چند ماه گذشته. به این دو تا خوب دقت کنید، در هیچ یک از این دو سند نیومده که دانشگاه شریف چی هست و چی نیست. الفاظی که ما معمولا بین خودمون میگیم اونجا منعکس شده اینه که باید کیفیتش بهترین کیفیت ممکنه چیز شبیه به این باشه، ولی هیچ جا نمیگیم کیفیت یعنی چی، منظور کیفیت چیه، در چه مقیاسی، برای چه منظوری، برای چه مخاطبی، برای چه پدیده ای. این نون سنگکی هم ممکنه نون با کیفیت تولید بکنه، اون میدونه چیکار داره میکنه، ولی ما یا میدونیم. خب اینو میخوام از یاد بگم که ببینین مفهوم دانشگاه در ایران یک مفهومی است که من این مقدار تاریخش هم مختصر خواهم گفت دیگه، مفهومی است که ما هنوز وارد ظرافت‌هاش نشدیم. ما اگر مثلا فرض کنیم درس فیزیک میدیم که دو حاله معروف رو درسش میدیم، هر درس دیگری که در این دانشگاه میدیم و با شروع کردیم، منتقل کردیم از یک فرهنگ دیگری و از یک علمی که جای دیگری به وجود آمده و مفاهیمش رو کم و بیش وارد کردیم، بدون اینکه اون دینامیک توسعه اون رشته رو بتونیم هنوز به درستی تو ایران وارد کرده باشیم.
ولی ما آنچه که قفلت قطعا قفلت کردیم در کل کشورمون تو این 100 سال اخیر، که اصلا این چیزی که در اروپا بوده که میگفتن یونیورسیته، اولین نوشته های ایرانیان به این لغت اومد یونیورسیته، خب این چی هست؟ هیچ سندی شما در ایران پیدا نمی‌کنید که در مورد این تعمق کرده باشه این چیه که در اروپا به وجود اومده و ما هم مثلا به عنوان دانشگاه تهران تأسیسش کردیم. هر سندی پیدا شدم بسیار خوشحال میشم. اولین سند فارسی که درست دقیقاً 100 سال پیش نوشته شده، خاطرات محمد علی فروغی، وقتی که بعد از جنگ جهانی اول برای مذاکرات صلح ورسای به پاریس رفته، در خاطرات روزمره‌اش می‌نویسه. یک روز حالا نشسته افراد مختلف اومدن پیشش، ممتاز السلطنه و کیو کیو یه فرانسوی که رابطه با ایران بوده، که بحث میشه آره توی این نهادهای مدرن ما یونیورسیته تو ایران نداریم و خوبه یونیورسیته تأسیس بشه، و بحث سر این بوده که حالا اینو فرانسوی‌ها تأسیس کنن، ایران مثلا دانشو بفرسته یا تعیین کنه، یا نه ایران تأسیس کنه معلمان فرانسویان، یه بحثی در این حد اونجا مطرح میشه. این دقیقاً مال سال 1297. خب و لغت دانشگاه اون موقع در روی کاخ ارفع الدوله در موناکو به کار رفته بوده، یه کاخی داشته همون موقع در اون سالها که وقتی که فروغی میره اونجا بازدید و سوال میکنه بهش چند کاخ اون پرنس ایرانی میخوان، میگه بله اونجا پاورقی توضیح میده این ساختمان اسمش گذاشته بوده دانشگاه. سال 1297 دانشگاه تهران 1313 رسما تاسیس میشه و سندهای تک و توک مثل یه تلگراف یه چیزهایی ما داریم، یا تز رساله آقای صدیقی و نوشته های بعدیش یادگار عمرش که توضیح میده که بنیانگذار عملا دانشگاه تهران و دوتر دانشگاه داده، هیچ صحبت از این نیست که این پدیده در اروپا چیست و ما قراره چه کار بکنیم. مفاهیم مثل علم، آموزش، کلمه ها و مفاهیمی که ما از قبل در طول تاریخمون داشتیم به کار برده میشه، ولی مفاهیم مدرن تر که مثلا اصول هومبولتی چیه، هیچ خبری ازش نبوده. هنوزم که هنوزه قبل از انقلاب سندی پیدا نمی‌کنیم در ایران که از مثلا بگه اصول هومبولتی که دانشگاه قرن 19 هم اروپا بودن چه جوری بودن، که بعد به آمریکا منتقل شد. خب تازه بعد از انقلاب کم کم در یکی دو جا گفته شده یا خود من جایی نوشتم فرض کنیم. خب الان تو این مرحله ما هستیم و این مرحله منظورم این سال‌ها به خصوص این دو سال اخیر و احتمالاً تا 10-20 سال اخیر برای دانشگاه‌های ایران یک دوره بسیار استثنایی است. اولا ما 100 سال تاریخ داریم، حالا 90 سال من میگم 100 سال برای اینکه مقدار سرراستش کنم، اون اصطلاحی که ما تو فیزیک داریم مرتبه بزرگیش اینجوریست. 50 سال هم هست که دانشگاه شریفه، نصف این مدت. خب دانشگاه شریف قطعا تو ایران که از حالا نمیگم بهترین هست، یعنی لاقل میگم اون دانشجوهایی که میخوان بیان یا کسی بخواد استخدام بشه در اون هیئت علمی سعی میکنه بیاد دانشگاه شریف، اگه اینو به معنی ارزیابی بخوام تلقیش بکنیم. بله آیا این به این معنی که ما هنوز میدونیم تو شریف دانشگاه در ایران یعنی چه؟ ببینید در این دو سند که من اسپردم و آخریش مال دانشگاه شریف همکاران خود ما تهیه کردن که چند ماه پیش منتشر شده، چون هیچ تعریف از این پیدا نمی‌کنید توش که این دانشگاه قراره چیکار بکنه، چه نقشی داره. اون تفکیکی که آقای دو قهرمان کردن در آمریکا وجود داره، اون 6000 بعد اون 4000 بعد اون 2500 اینها، ببینید حداقل چند صد سال مطالعه پشتشه. فقط یک کتاب دانشگاه هاروارد من گفتم که ببینید، ولی در کل دانشگاه در اون حرفای مختلفی که زدن، بحثای داخلی که داشتن و اون دیسکورس و گفتمان علمی که در کل اروپا و آمریکا بوده، این رو ما فراموش نکنیم. در ایران کاملا غایب بوده و هنوزم غایبه. فقط در چند سال اخیر، شاید 3 سال اخیر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانش وزارت علوم هر کسی در ایران نوشته نوشتاش رو چاپ کرده، 25 کتاب چاپ شده در دانشگاه علم در ایران. خب این 25 نه به من که اطلاعات خیلی مهمی توش هست، ولی به نظر یکی از با ارزش ترین کارهاست که در ایران انجام شده. دست کم هر کسی مدعی بوده در این زمینه حرفی داره نوشته و چاپ شده به عنوان یک مواد خامه که تازه بشه بر اون مبنا فکر ما تو ایران چی میخوام. خب چرا من این حرف رو میزنم؟ ما در بهترین موقعیت هستیم برای اینکه دانشگاه ها در یک بحران خیلی جدی هستن که من سال گذشته این اسمش رو گذاشتم حباب آموزش عالی در ایران که ترکیده است. خیلی ها صدا این ترکیدن رو نمیشنوم، من قشنگ میشنوم. چجوری؟ از کجا این صدا میاد؟ این چند تا عدد من فقط میخوام بگم بهش دقت کنیم. ما در ایران الان یه حالت به اسم استدی استیت داریم یا حالت پایا داریم. ورودی شار ورودی دیپلم ها 1 میلیون نفر در سال وارد دانشگاه های ما میشن، دانشگاه ها هم دانشگان، حالا غیر انتفاعی، دولتی، آزاد، فلان، همه اسم دانشگاه هم اینا. 1 میلیون ورودی ما داریم و 1 میلیون خروجی کارشناسی.
300 هزار ورودی ارشد داریم و 300 هزار خروجی ارشد در هر سال. 30 هزار امسال 33 هزار شده. 30 هزار ورودی دکتری داریم، 30 هزار ورودی خروجی در سال. الان در ایران. خب من کاری ندارم چین چیه، آمریکا چیکار از این بحثا میکنه. فقط به این دقت کنید، از این 30 هزار خروجی دکتری در ایران اگر 1000 نفرش رو دانشگاه استخدام کنن در هر سال. دقت کنید در طول 15 سال گذشته احتمال فقط ما مثلا 15 هزار تا استخدام کردیم. بنابراین بگیم سالی، من میگم آره، نه یک، بگیم از اون 30 هزار 10 درصد چی میشه؟ 3 هزار نفر استخدام میشن که قطعا نخواهند شد. 90 درصدی شغلی ندارن، بیکارن. و این کاری سیما داریم میکنیم. جوابگوش هم نیستیم. معمولا میگیم به ما ربطی نداره. همه ما این حرفو میزنیم، ما تقصیر وزارت علوم، تقصیر دولت، تقصیر فلان، ندن دانشجو به ما. ولی وقتی خوب نگاه کنین، این دوتا مثال که میزنم، یکی از دانشگاه تهرانه. هیئت علمی داریم ما 120 دانشجوی تحصیلات تکمیلی داره همزمان. تو همون دانشگاهی که دیگه 80 نفر هیئت دانشجوی تحصیلات تکمیلی ارشد دکتری داره همزمان. این دیگه نه رئیس جمهور مقصر، نه رهبر کشور مقصر، نه وزارت علوم، دانشگاه مقصر و اون شخص دیگه. حالا خودمون تو شریف چه کار میکنیم؟ به کنار، من از رشته‌های مختلف همکارا میشتم که چقدر ناراضیان به خاطر اون نوع بحث‌هایی که در مورد ارتقا ما داریم. شکایت هم میکنیم ما که چرا وزارت علوم کار میکنه، ولی در داخل خود دانشکده ها همکاران خودمون از همون آیین‌نامه وزارت علوم دفاع میکنن. دقت میکنین؟ منتقدم داریم ما، ولی خب دفاع هم میکنیم. من این رو بدی خوب نمیخوام ببینم. از این جهت عزیز من، اگه ما بدیم که برای دانشگاه خودمون این داینامیک، اون دینامیک رو نمیبینیم، تحول رو نمیبینیم، آماده برای تحول نیستیم. خوب هستیم، بله، ورودی خوب داریم، استاد خوب بیان تو ایران، هر کسی میل داره بیاد به این دانشگاه، پس خوبیم، اما به طور مطلق نه. حالا برمیگردم سراغ این قضیه که چرا ما حباب آموزش عالی داریم با اون چند تا رقم. هیچ کس تو ایران فکر نمی‌کنه که این عدد رقم، این شعار ورودی خروجی اصلا برای چی وجود داره، چه کار بکنیم ما. من فقط روی اون 23 هزار دانشجو دکتری تاکید کردم، بقیه‌اش هم همینن. تو هیچ دانشگاهی و هیچ گروهی من ندیدم که بیان فکر بکنن که برای چی با این کارا داریم می‌کنیم. اگه وزارت علوم نمی‌فهمه، اگه دولت نمی‌فهمه، اگه مجلس نمی‌فهمه، مگه ما مدعی نیستیم؟ ما نخبگان ایرانی مثلا در دانشگاه مدعی هستیم؟ دیگه خوبی باشم کار ندارم. خب پس ما نباید فکر بکنیم. من تا کنون واقعا خوشحال میشم غیر از این باشه، سندی ندیدم، نوشته از یکی از همکاران که اینو مطرح کنه، بگه بالاخره بس یک کسی جلوشو بگیره. ببینین مرتبی رو میشنویم که تقصیر وزارت علوم به دانشجو میده، ولی ما که تو شریف دیدیم ما تونستیم جایی جوش بیستیم، در خیلی از دانشگاه‌ها ایستادیم، نگرفتیم دانشجو دکتری، نگرفتیم، کم گرفتیم. پس شدنیه، با همین شرایط سیاسی کشور شدنی است. خب بنابراین این یک موردش هست. این حباب آموزش عالی ترکیده. دانشگاه ها به این سبک دیگر در ایران نمیتوانند اداره بشوند. حالا شما جنبه مالش هم نگاه کنین. بودجه شریف رو من صحبت کنم، حدود 200 میلیارد تومان در ساله که دولت میده. تو همین جلسه دو هفته پیش بود، یه جلسه خیرین دعوت شد، نه خودت مشایخی اعلام کردن که برنامه ده ساله شریف این است که این 200 میلیارد برسه به 1000 میلیارد تومان. و به قول خود ایشون این 1000 میلیارد تومان تازه معادل بودجه متوسط دانشگاه ترکیه است که در حد و حدود دانشگاه ما هستن. خب نظر ایشون بود که این پول فاصله 200 تا 1000 از طریق خیرین تامین بشه. قطعا دولت این پول رو نمیتونه افزایش بده سال‌های آینده، اصلا شک نکنید. وضع اقتصادی ایران، اوضاع ژئوپلیتیک ایران اصلا اجازه رو نخواهد داد. خیرین هم که من سال‌ها الان باشون ارتباط دارم، امکان نداره بتونن این فاصله 200 تا 1000 رو پر کنن. بنابراین این یک برنامه‌ریزی بی برنامگیه. امکان نداره شریف از این طریق بتونه 200 به 1000 برسونه. خب و یکی دیگه از نقاط ضعف ما این است، مگه میشه همچین دانشگاهی که خودش افتخار میکنیم که باید هم بکنیم، در این دونست که ما خوب هستیم، من با 200 میلیارد تومان در سال میشه خوب بود؟ خب یه پس یه اتفاقات دیگه میفته که این شریف خوب شده. از دید من ممکنه این یه جور گزینش طبیعی باشه، اصلا به خاطر ما نیست. یعنی که بالاخره جوانای مملکت ولشون هم بکنی، خود به خود واسطه‌دان 10 درصدشون هستن دیگه، از این 1 میلیون متولد در سال 10 درصد به طور طبیعی باهوشن و خوبن. اون 10 درصد هم میشه حدود 100 هزار نفر. از این 100 هزار نفر ما 10 درصدش که یک درصدش که 1000 نفر میشه میگیریم. اینا به طور طبیعی خوبن.
ما کاری نمی کنیم. ما اینا دیگه بدتر از اون چی که آموزش پرورش اینا رو مسله کرده مسله نمی کنیم، یعنی شکوفاییش رو خلاقیتشون خفه نمی کنیم. خب خوبن، پس شاید اصلا ما هست نداره کارمون، ما تو طبیعیشون هستیم و نسبتاً به یه دلایلی بهتر از چند جای دیگه هستیم. اون یه درصد میان اینجا فرسانیم، 1,000,000 نفر. خب اگه اینجور نگاه کنیم، پس اون 200,000,000 نشون میده که یه اتفاقی باید بیفته. اون هم حبابه که ترکیده تو اینجا هم ترکیده و به این سمت دیگه. این دانشگاهی که 50 سال قدمت داره و از آقای پرتوی شنیدیم و دوستان دیگه که واقعا چه زحماتی براش کشیده شده، یعنی صحبت من این نیست که زحمات کشیده نشده، بسیار زحمت براش کشیده شده. من خاطرم نمیده که آقای پرتوی توی ICTP اونجا متمت میکرد اتاقا رو، صندلیا رو، که مثلا استانداردشون چجوری که تو شریف پیاده بکنن فرض کنین. ببینید از اون گرفت صحبتی خودشون میکردن و تدریس هم باز به کنار. ولی بالاخره یک نسلی با یک مفاهیمی که در آمریکا آشنا شدن و در ایران مدل نداشت، اون مفاهیم به وجود نیامده، هنوزم به وجود نیامده، این کانسپت ها رو ما نداشتیم، هنوز نداریم، کار بسیار کارستانی کردن. ولی این به اون معنی که من گفتم چون پویایی درش نیست خوب نیست، این ضعف ماست. این پویایی درش تعبیه نشده، در هیچ جای ایران هم نشده ها، این ضعف کلی فرهنگ ماست. پس ببینید ما الان تو این شرایط هستیم، حباب آموزشی داریم و شریف بخشی از اون هست و متاسفانه ما هم هنوز شروع نکردیم در این مورد فکر بکنیم، حتی عزممون رو جذب نکردیم که بیا فکر بکنیم این مشکل ما چگونه میخوام برطرف بکنیم مثلا در 20 سال آینده. این یک نکته. نکته دیگه از جهت بحران اینو میخوام بگم. ببینید همه ما کم و بیش با تحولات جهان آشنا هستیم، بخشیشو اگر من گفتم بعضی از دوستان ما خوندن کتاب انسان خداگونه که ما مال یووال نو هراری هست، این نشون میده چه اتفاقاتی در دنیا افتاده. استاد تاریخی است که تاریخ آینده رو 50 سال آینده ترسیم میکنه، بشر ما به چه سمتی داره میره و یه بخشیش برای ما خیلی تخیلی است ولی بخشیش تو آمریکا عملی شده است، تو اروپا عملی شده است و این تفکرات جدید، این نوع هوش مصنوعی که من را اسمش میخوام بذارم موجود هوشمند سیلیکون پایه، نه مثل ماها که کربن پایه هستیم، این به وجود آمده و در دنیا رو میگیره تو 50 سال یا 20 سال 30 سال اثراش ما خواهیم دید. آیا با این حباب آموزش عالی که در ایران هست ما اصلا آمادگی برای 20 سال بعد رو داریم؟ با همین 200,000,000 دلار در سال یا ببخشید 200,000,000,000 تومانی که در سال درآمد یا پول دانشگاه هست یا نه؟ اگر نه چیکار باید بکنیم؟ پس من اینو به عنوان حباب آموزش عالی میگیرم، میام سراغ یک اتفاق دیگری که افتاده و برای ما فرصته. من باز تاکید میکنم اگر من این نکته رو میگم این حباب آموزش عالی است و ما صحبت نمی کنیم، این به این معنی نیست که چقدر وضع ما بده، درست به عکس. ما در بین 185 کشور جهان سوم شاید تنها کشوری هستیم، یکی از تنها کشورهایی هستیم اونقدر آگاه شدیم به این عقب افتادگی، آگاه شدیم به مشکلات کشور که شروع کردیم به بحث کردن راجبش. این خیلی بلوغ میخواد. ما شروع کردیم که ببینیم بالاخره ما عقب افتاده هستیم، مشکلات عظیمی در داخل کشور داریم. همه هم نمیتونیم به حساب جمهوری اسلامی بندازیم، به حساب پهلوی بندازیم، به حساب قاجار بندازیم. ما الان فعلا بخشی از این فرهنگ و از این تاریخ هستیم. خب اما اتفاق جدیدی که افتاده که توی جلسه که من هفته پیش در پاریس بودم توی یونسکو، اون رئیس سابق سن صحبت میکرد از TRUMP افکت، روش نمیشد بگی اثر ترامپ، TRMP مثال زد در مورد ایران به خصوص، حالا غیر از اتفاقاتی در جای دیگه دنیا داره میبینید از جمله خود آمریکا. ما الان دچار تحریم خیلی جدی شدیم. این تحریم از مطمئنم اگر همین امروز روابط ایران و آمریکا و ایران با کل دنیا به یک مصالحه‌ای برسن و این تحریم رو بخواد برداشته بشه، 5 تا 10 سال طول میکشه تا شرایط ما عادی بشه، مثلا برسیم به دهه 80 زمان دولت اصلاحات که با جهان تعامل رو شروع کرده بودیم، تازه به اون شرایط برسیم. خب که اینا به این زودی نخواهد بود. بنابراین 10 تا 20 سال آینده وضع ما همینو بهتر از این خواهد شد، به این معنی که تحریم اثرات بسیار جدی در زندگی تک تک ما خواهد گذاشت. اون چیزی که به دانشگاه مرتبطه و من فرصت میدونم اینه که ما به عنوان دانشگاه که برامون تا حالا اصلا مهم نبود کی به دانشگاه، دانشجو چجوری میان و ما چیکار میکنیم، گفتیم ما خوبیم، ما داریم این MIT داریم درس میدیم، بهترین کتاب‌ها رو داریم درس میدیم، پس ما اشکال نداریم. این دیگر جواب نخواهد داد.
و برای اون که اون حبابی که ترکیده رو جبرانش بکنیم، این اتفاق به ما این فرصت رو میده که ارتباط خودمون با جامعه باز تعریف کنیم یا اصلا برای اولین بار تعریف بکنیم. قطعا صنایع ما بخششون هنوز متوجه نشدن که به یک معنا کسی که شهید شده بود متوجه نشد چه اتفاقی داره براشون میفته. آرام آرام قطعات کارخونجات ایران خواهد خوابید و جایگزینی هم نمیشه. با یکی از صنایع بزرگ ایران که من صحبت کردم باشون رو اساسش میگفتم، گفتن که ما الان تا دو ماه پیش به راحتی هر قطعمون که خراب میشد با یه تلفن اپراتور با فلان شرکت آلمانی پای تلفن میگفت این کار اون کار اون کار بکن و مثلا حل میشد. الان دیگه تلفن ما رو جواب نمیدن، ایمیل ما رو جواب نمیدن، خیلی محترمانه میگم هیچ کاری دیگه نمیتونم براتون بکنم و این تازه شروعشه. خب اینجاست که وقت دانشگاه نقش خیلی مهم پیدا میکنن. منتها اینجور نیست که ما بلافاصله بتونیم بریم مشکلات رو رفعش بکنیم، تازه سالها طول خواهد کشید که یه سازوکاری پیدا بشه. چگونه میشه اصلا مسئله یابی کرد؟ چگونه میشه مسئله رو تبدیل به یه مسئله دانشگاهی کرد؟ مسئله صنعت رو چطور میشه اون حلش کرد؟ ولی بالاخره این فرصته، ما الان در این فرصت قرار گرفتیم استفاده کنیم، چون بالاخره یه وقتی تحریم برداشته خواهد شد باز ما برمیگردیم به اون حالت قبلی خودمون در دانشگاه که همون روال ورودی و خروجی. تا این فرصت هست دانشگاه بتونیم به خاطر همون حبابی هم که پیش آمده استفاده بکنیم که این فاصله بین 200 میلیارد تا 1000 میلیارد رو یا تا یک رقم واقعی درآمدی برای دانشگاه رو همزمان با باز تعریف دانشگاه و ارتباطش با جامعه نه فقط صنعت بیتونیم انجامش بدیم و بریم به این سمت. اگر این کار رو نکنیم که این یک تغییر بینش در تک تک ما احتیاج داره، چون دانشگاه درست تک تک ما شروع میشه، ولی ما مثلا فرض کنین اگه من نوعی علاقمند به این کار باشم بخوام به این سمت برم، همکاری دیگر رو مخالفت میکنه، شورای دانشکده مخالفت میکنه، نمیدونم گروه فلان شورای دانشگاه مخالفت میکنه. بنابراین یه اتفاق از جنس اِوولوشن تکاملی در داخل دانشگاه ما باید بیفته، یه پدیده برآمدی یا ایمرجنتی باید اتفاق بیفته که ما بتونیم بریم بپذیریم به عنوان یک اینستیتوشن، به عنوان یک نهاد بریم به این سمت که وارد درک جامعه بشیم و کاری که به درد جامعهمون میخوره که بتون فاصله 200 میلیارد رو تا چند هزار که لازمه پر بکنیم. من صحبت اینجا ختم میکنم. توی مدت خواستم بگم که تاریخ دانشگاه به کنار، دانشگاه ما توی این 50 سال اون عیبش در اینه که خوب نیست، که پویایی رو در خودش ندیده، سازوکار پویا بودن رو ندیده که همین دو تا سند اخیر نشون میده که توش دیده نشده اینها، و داره احتمالاً حتی این خطر هست به این سمت بره که اتفاقی که در دهه 30 میلادی تو آمریکا اتفاق افتاد که دانشگاه از یک کورپوریشن مطرح شد به یک شرکت و ما با فهم غلط از شرکت، همونجوری که فهم غلطی از دانشگاه داشتیم در این 100 سال گذشته، دانشگاه رو بخوام به یک شرکت تبدیلش بکنیم به جای اینکه مفهوم دانشگاه رو و این دانشگاه خاص رو اونجوری که در چارچوب کشور ما فرهنگ ما هست تعریفش بکنیم، ارتباطمون با جامعه تعریف کنیم، از موقعیت تحریم استفاده بکنیم و اون فاصله 200 تا 1000 میلیارد رو پر بکنیم. متشکرم. آموزش عالی و علم در ایران قطعا وارد یک حباب شده. ما با حباب آموزش عالی درگیر هستیم در کشور و بی توجهی بهش قطعا دهه های آینده رو برای ما بسیار سخت خواهد کرد. این یک فرصت ایجاد کرده برای ما در ایران که بعد از حدود یک قرن دانشگاه داری فکر جامعه بکنیم که ما چه نوع دانشگاهی رو در ایران نیاز داریم یا چه انواع دانشگاهی رو نیاز داریم و به خصوص دانشگاه شریف چگونه خودشو بخواد در این جایگاه ایران و این وضعیت که در دنیا داره تعریف بکنه. در این موقع ما با یه فرصت از دید من طلایی هم درگیر هستیم و اون تحریمی است که ایران دچار شده و این تحریم در این شرایطی که حباب آموزش عالی ترکیده عملا به ما این امکان رو انشاءالله خواهد داد که ما با تعریف جدید از دانشگاه بتونیم به جامعه خودمون به بهترین نحو خدمت بکنیم و مانع از این بشیم که تحریم اقتصاد و بخش خدمات کشور از پا در بیاید.